با سلام و درود به شما هموطنان و همزبانان گرامی به اولین برنامه رادیو ایراوا از سال 1400 و قرن جدید یعنی اول فروردین 1400 برابر با 21 مارس 2021 خیلی خیلی خوش آمدید. امروز سال روز تولد بانوی آواز ایران مرضیه شجاعم هست، یادش گرامی باد. من از تو گلم میخواهم گیراتر از خواب بهاری، دل در تو وفا میجوید غافل که خطا میجوید، میخواهد آن را که نداری. درباره تاریخچه نوروز بسیار گفته و نوشتند. در دوران کهن اقوام آریایی در فلات کنونی ایران نمی‌زیستند. اسطوره‌های کهن ایرانی نخستین زیستگاه آریاییان را سرزمینی یاد می‌کنند یخبندان با شب‌های بلند شش ماهه، جایی که از آسمانش پر یا برف می‌ریخت چنان که چشم جایی را نمی‌دید و زمین و آسمان از این پرها آکنده بود. جایی در کناره بالای رود ینیسی در جنوب سیبری که سرمایی فرساینده و کشنده بر آن چیره بود، جایی که طوفان‌های سهمگین و یخبندان‌های همیشگی آن هر جنبنده‌ای را نابود می‌کرد و هیچ موجود زنده‌ای تاب ماندن و پایداری در برابر آن را نداشت.
جمشید پسر تهمورس چهارمین شخصیت آریایی از دودمان پیشدادیان اقوام آریایی را برای در امان ماندن از طوفان‌ها و سرمای کشنده چند بار به سرزمین‌های جنوبی‌تر که در آنها نفس زهراگین دیو سرما کمتر قربانی می‌رو بود رساند. سرزمینی که در آن خدای آسمان صاف و روشن و نورانی و گرم و بخش فرمان روایی داشت و در آنجا از سرما و برف و کولاک‌های سهمگین خبری نبود. زیستگاه جدید اقوام آریایی در جنوب دریاچه اورال، دریای خارزم قرار داشت و بعدها آریاویچ یا زیستگاه آریایی ها نامیده شد. دریای خارزم در شرق کناری بالای دریای خزر قرار داشت و سرزمین توران نیز در غرب آن واقع بود. جهان جوان شد، زمین شکافت از سرود باران، سرود باران خجسته باد، نبرد یاران دهد بشارت زنو بهاران، نبرد یاران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، نبار ایران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، نبار ایران خجسته باد. که پنجره وا کنی غمی رو ببین بهاران، بهار یاران خجسته باد، بهار یاران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد. خجسته باد، بهار ایران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد. شکافت از سرود باران، سرود باران خجسته باد، نبرد یاران دهد بشارت زنو بهاران، نبرد یاران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد. جمشید پادشاهی پیشدادیان را در این سرزمین نویافته بنیان گذاشت. در آن زمان هنوز فلات کنونی ایران به نام ایران خوانده نمی شد و در کنار رودخانه های پرآب این فلات شهرهای باستانی عصر مفرق پا گرفته بود، از جمله سیلک، کاشان، شوش، خوزستان، شهر سوخته، زابل، گیان، نهاوند و جیرفت کرمان. بعدها اقوام آریایی از آریاویچ به شرق و غرب فلات ایران کوچیدند.
بخشی از آنها در نواحی شرقی دریای خزر ساکن شدند و بعدها دولت اشکانیان یا پارت‌ها را پدید آوردند و بخشی دیگر از غرب دریای خزر وارد فلات ایران شدند و دولت‌های ماد و هخامنشی را تشکیل دادند. بیا 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 دل برو که مو قربون تو شو دنیا دو روزه بیا مکن شو روز مو خورشید مو صبح نوروزه دیدی چطور مانند او یک سال برف سال نو اومد یک سال چنین تنده برف که پندری همی دیروزه آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه آدمی جونه دلم چشمم خبر سوزه اینه که قد تو کم اونو پشت ما بوزه بیا 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 افت و فرو شد پشت کو کم کم و شو شد بیا که با سر زد زکو ما همچنو یک همه تو شد برچه چنی برچه چنو ایچو مبو دل برو که ما ایجور که میبینی زمون سال به سال کهنه و نو شد آی بیا که نوروزه دنیا دوروزه آدمی جونه دلم چشمم خبر سوزه اینه که قد تو کم اونو پشت مو بوزه آدمی جونه دلم چشمم خبر سوزه اینه که قد تو کم اونو پشت مو بوزه در اسطوره‌های کهن آریایی جمشید معروف‌ترین و تواناترین شاه پیشدادی بود. فردوسی در شاهنامه درباره خدمات جمشید چنین آورده است: جمشید بود که آهن را نرم کرد و از آن ابزارهای جنگ مانند خود، کلاه‌خود فلزی و زره، لباس جنگ و تیغ یا شمشیر و خفتان، جامه جنگ و برگستوان یا زره جنگ برای اسب ساخت. او بود که بافتن پارچه و دوختن و تهیه و شستن تنپوش را به مردم آموخت. او بود که به هم آمیختن آب و خاک و خیش زدن و خانه ساختن را به مردم یاد داد و گرمابه و کاخ ساخت و گوهرهایی مانند یاقوت و بیجاده یا کهربا و سیم و زر را از دل کوها و سنگها در آورد و پزشکی و درمان هر دردمند را به مردم آموخت. او بود که برای نخستین بار کشتی ساخت و با آن از روی آب دریاچه اورال از کناره‌ای به کناره دیگر سفر کرد. او بود که در پایان زمستان و طلوع بهاران به پاس از میان رفتن چیرگی اهریمن زمستان که همه چیز را تخته بند کرده بود جشن نوروز را برپا کرد. اوستا کتاب دینی آیین زرتشت او را نخستین بشری می داند که اهورامزدا دین خود را به او سپرد. همو به فرمان اهورامزدا در سرزمین آریا جشنی را پدید آورد که به آن نوروز می گویند. او نخستین نوروز را در روز اول فروردین برگزار کرد. فردوسی در وصف نوروز جمشیدی نیز چنین سروده است: سر سال نو هرمز فروردین بر آسوده از رنج تن دل زکین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار. مطلبی که خونده شد برگرفته از سایت همبستگی ملی بود به قلم طلبه عطار.
اومدم پاک کنم عشق ماهو از رگونش، باز بیان ستاره ها سر بذارن روشونش. اومدم موجو ببخشم به سکوت برکه، آفتابو رها کنم از قفس شبونش. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. کیسه طلای آفتاب رو ابر و افشون میکنم، واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم. نمیذارم دست خزون غنچه ها رو بر بزنه، باید بنفشه زیر یخ شعله بشه گر بزنه. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. مثل پروانه که پر میکشه از تو پیله، مثل یه زندونی وقتی که میپوسه میله. باید از رنج قفس رهاش این قبیله، دلشو بسپره به خورشیدی که اصیله. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. کیسه طلای آفتاب رو ابر و افشون میکنم، واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم. نمیذارم دست خزون گنچه ها رو بر بزنه، باید بنفشه زیر یخ شعله بشه گر بزنه. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. سعدی میگه برخیز که باد صبح نوروز در باغچه میکند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان. و خاموشی مردم ایران هم در این برهه حساس از زمان که ولایت خامنه ای از هر وقت دیگه ضعیف‌تره امکان ناپذیره. هرچند که قرن 15 شمسی که الان در ابتدای اون هستیم قرنی بدون آخوند برای ایران و ایرانی خواهد بود، اما امیدوارم که این جبر تاریخ یعنی پایان یافتن ظلم و طلوع آفتاب آزادی در ایران هر چه زودتر عملی بشه. سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یوهو، خوشم خوشم که عمر دی سر آمده رانجا بگرفته پایان یوهو. بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادا کن در این نو بهارا. پا به کوبی یارو،
به من و تو بادا سال نو فرخنده، به سال نو گردد مهر و لب پر خنده، ستاره بختت چون مهر تو بنده، به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روز کاران. پای آستین رو به آینه خوشتر چه باشد، شام او جام او جام زرین خوشتر چه باشد، ای آزاد یار دیرین خوشتر چه باشد، گیرم در آغوشش میگویم در گوشش صد سال به این سالها. کاش می شد به تماشای بهاران بروم، یا بهاران ز سر لطف به ایوان دلم گام نهد. کاش این کوچه به یمن قدمت بار دگر بشود عطرآمیز، جای هر حرف و حدیث بنشیند به لبت گلخندی، جان من وارهد از همهمه ویرانی. کاش می شد نفسی تازه کنم به هوای تو در این غربت آغشته به غم، روبرویت بنشینم نروایی از من، شرم جاری به نگاه پر ابریشم و آبستن بارانت را، غزلی ناب نشانی به لبت و من از چشمانت یک دو پیمانه زنم پنهانی. کاش می شد. جمشید پیمان.
تو دنیا بی وفا نسم نامونه دادم اگر قید نهم بری سوه بشی با هم تو دنیا بی وفا نسم نامونه دادم اگر قید نهم بری سوه بشی با هم تو دنیا بی وفا نسم نامونه دادم. این روزها به خاطر ویروس کرونا که به ویروس ولایت هم آمیخته شده، واقعا دل و دماغی برای جشن گرفتن و شادی و خنده و شاد بودن در سال نو باقی نمیگذاره. من هم همچین حالتی داشتم. مطمئنم که خیلی از شما هم همچین حالتی داشتید. ولی وقتی مراسم چهارشنبه سوری سال 99 رو توسط مردم مقاوم و شجاعمون در شهرهای مختلف ایران دیدم، دلم پر شد از شادی و به قول معروف دلم قرص شد. به خودم گفتم شادی اونها به معنی بیخیالی نیست، چرا که اونها همه چیز رو با پوست و گوشت و جونشون احساس میکنند. آنچه که اونها کردند به نظر من یک دهنکجی و اعلام آماده باش به حکومت ولی فقیه بود و به جنگ تا به جنگیم. برزی 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 شب بابا سری ترزیه دستم بر بود سیه دستم بر
برزی برزیه برزی برزی برزیه شب ما سری ترزیه برزی برزی برزیه برزی برزی برزیه شب ما سری ترزیه دستم بر بودسیه دستم بر بودسیه و کلام بیه لرزیه و کلام بیه لرزیه و کلام بیه لرزیه برزی برزی برزیه برزی برزی برزیه شب ما سری ترزیه. زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. حيك بابا حيك ألف رحم على بيك هذول العذبوني هذول المرمروني على جسر المسيب زيبوني على جسر المسيب زيبوني حيك ألف رحم على بيك هذول العذبوني هذول المرمروني على جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني بخش فارسی اولین برنامه رادیو ایراوا از سال جدید در همینجا به پایان میرسه. براتون سلامتی و شادی آرزو دارم و برای ایران اسیرمون آزادی. سال نو مبارک، نوروزتون مبارک.
تو خواب ز تو خواب عهد عشقی که بستی وفا کنی یاد ما کنی از چمن ها گر گذشتی یاد من کن گر شنیدی سر گذشتی یاد من کن دلبر مه پیکر گردن بلورم آه ای دونه Afternoon, my name is Narges Ghaffari and welcome to Radio Irawa's Nowruz special. Today is March 21st, 2021 or the first day of Iranian New Year or Nowruz. As you might know, Iran is entering a new century this new year. It's 15th century. At the turn of the century, I hope and I believe that the mullahs ruling Iran will be no more very, very soon.
Iranian New Year, Persian New Year, or Nowruz begins on the spring equinox, marking the first day of Farvardin, the first month of the Iranian solar calendar. It is celebrated worldwide by various ethno-linguistic groups and falls on or around March 21st of the Georgian calendar. Nowruz with an Iranian origins has been celebrated by diverse communities for thousands of years in Western Asia, Central Asia, the Caucasus, the Black Sea Basin, the Balkans, and South Asia. Even though it is a secular holiday, but it is enjoyed by people of several different faiths. As the vernal equinox, Nowruz marks the beginning of spring in the Northern Hemisphere. This year it fell on Saturday, March 20th at 5:37 a.m. As the vernal equinox, Nowruz marks the beginning of spring in the Northern Hemisphere. This year it fell on Saturday, March 20th at 5:37 a.m. The moment the sun crosses the celestial equator and equalizes night and day is calculated exactly every year the families gather together to observe the ritual. United Nations has recognized this day as the International Day of Nowruz, and Canada also has recognized this as Nowruz Day. بنفشه در چمن شاد و کش آمد.
خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد بنفشه، بنفشه در چمن شاد و کش آمد. Have seen or a table with seven items beginning with the letter S or seen in Farsi is a must on Nowruz. Typically, before the arrival of Nowruz, family members gather around the Have seen table and await the exact moment to celebrate the new year. Traditionally, Have seen is composed by these items: sabze, which is wheat, barley, mung bean, or lentils sprout grown in a dish; samanu, sweet pudding made from wheat germ; Persian olive or senjed; vinegar or sirke, apple or sieb, garlic or sir, sumac or somag. The Hafsin table also includes a mirror, candles, painted eggs, a bowl of water, goldfish, coins and hyacinth. A book of wisdom or faith also is included. Iranians spend the 13-day holiday for Nowruz, and on the 13th day, which is Sizdeh Bedar, or 13 out, they go picnicking from dawn to dusk. Unfortunately, COVID has affected this ancient celebration like everything else. So with this note, we end Radio Irava's first Iranian New Year program, wishing you all health and happiness and freedom for the Iranian people. Join us next Sunday at 3 p.m. our local time on CHUO.FM or CHUO89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Happy Nowruz, Nowruz Mubarak. Stay safe and as always, long live freedom. چشمت بیماره دیگه، قلبم بیته از زندگی بیزاره. تو نمیدونی چه قشنگه، چه ملوسه گل گندم، تو چه میخوای پسر اینجا دگر از دختر مردم. تو اگر طاقت ناری ما هم بی تقصیرم، ما هم اینجا چون مرغی در قفس اسیرم. بستون پای هر گل میشین و گل بویم لاله بشین و یاده بویم. بیایی درمون دردم، الهی دورت بگردم، نده گوش به حرف مردم، توی همچون جونم، تو رو میخوام زیبا، توی همچون جونم.
اگر رویت بینو نجدا از رویت دل دارد آرامی نه کسی محرم باشد تا گویم پیغامی چشمون سیه من هری از باد به تو را بگو آخر بلبل سرگش دیه محل کجا واسه یه بختان که برا باز میشه نرگس ناز میرم هر شو بیش خدا با که کنم رازو میام میخوام ای زیبا توی همچون